من که رفتم دادگاه یه بار یه سال تمام قاضی ها بعد وکیل بودن اول آره من که رفتم دادگاه داستش باید تعریف کردم ببین من مال امیگریشن رو میگم مثلا میدونم مال برد امیگریشن کانادا لازم نیست اصلا وکیل باشه میتونی نه من سوپریم کورت رفتم آره, آره. باید ممنون قاضی باشم من سوپریم کورت رفتم یه دونه ازم شکایت شده بود برای صد خورده هزار دلار بعد همش. دیگه درقل خود نزدیک گفتم ببینم قاضی چی بگیم آقا اولا که تو آمریکا اینجوری کلاگیس سفید گذاشته بود میومد تو نه مال بریتیش هست مال انگلیس و بریتیش کانادا هست شما فدریس فکر کجا آمدین سگ زده همه تون بریتیش دیگه کل نورد آمریکا کانادا همش از انگلیس انگلیسی وجود داشتن که آمریکا کانادا وجود نداشت یه سری ابورژینال بالا بودن یه سری اسپانیش هم پایین بودن <تصحق> سفیدی در کار نبود اونا داشتن واسه خودشون کوک می‌زدن اونا داشتن کوک می‌خریدن خیلی طبیعی و بدون قانون حالا نه ام، رفتم خلاص اینجا یارو قاضی اومد با کلاگیش سفید به من نمیرسم بفهم شوخیه مثلا دوربین مخفی اونم چه اتفاقی داره میفته واسه بعد دو تا قاضی دو تا قاضی با دو تا وکیل اومد اونا هم کلاگیش داشتن خلاص اون اومدن نشستن این پسرم اومده بود با مامان و باباش و یکی دو تا وکیل اون آورده بود من شواب کردم خودم با شلوار جین با یه تیشرت بعد وکیل من که قاضیه من اون که گفتش که تو وکیل وکیل نداری گفتم your honor no disrespect but I think all lawyers گفتم که قای قاضی هم قصد خانم بود اکچیف گفتم خانم قاضی من قصد بی احترامی ندارم ولی همه ی وکیل ها عوضی هستن و من نمیخوام اینا باشن بعد گفت گفت چرا؟ گفتم چون که من وقتی با وکیل رفتم حرف زدم راجع به این موضوع فقط احساس کردم هی میخواد کش بده و آتیش روشن کنه و او oh, این خیلی بده او oh, این یه کاری که مثلا من اصلا با اون حرف میزدم بیشتر ناراحت میشدم تا وقتی که خودم تو مغز خودم بودم بعد گفتم که خواهی کارش دیگه این وکیل میخواد من پول بگیره هرچی چی با بیشتر کش بده و طولانی تر بکنه اذیت بکنه اون بیشتر پول نمیاره اون فکر مثلا 10 دلار خودشه فکر مثلا 150 دلار منی گفتم ولش کن گور پدرش من الان با این برم جلو چون همین کانسپتی که تو میگی میشد با یارو حرف میزدم و یارو مثلا خوابش نمیورد ولی معلوم بود خوابه مثلا گفتم آقا ماکان اومد منو رو... با ما... ماکان زد به ماشین من بعد میگفت ماکان رو تو میشناسی ما داستان گوش نمیدی اما داستان ماکان بود چیزی نمیفهمیم پس میفهمیدم که یارو واقعا یا مثلا دفعه بعد که میافتم پیشش دوباره از اول میگفتم یارو یعنی میگفت یارو نه ریویو کرده نه یادشه آقا این که هیچی حالیش نیست چه جوری میخواد مرد من دفاع کنه یعنی مثلا <applause> مثلا یه دمه خیلی زورش زیاد باشه بعد کور باشه ببری تو رینگ بوکس هر چه قدم گند و قری باشه میدونه یارو داره به بازه گفتم بذار حداقل من چاغال برم تو رینگ بوکس حداقل چش دارم شاید مش رو جا بزنم خلاص رفتم تو دادگاه و گفتم که نه آقا همه دو اکل اینجوریان اوکی هر خود میخوای این کارت خیلی غیر عادی خیلی احمقانه است من نمیبینم چیز اینجوری زیاد و امروز میتونه زندگی تو رو بیناموس کنه خواستم بگم بگو اینجا جای شوخی نیومدی گفتم نه برو بریم حرفی که زدم بهش گفتم که تو به نظر ای آدم با تجربه میای و اگر تو با این همه تجربه و عقلت نتونی یه موضوع به این سادگی ما رو بتونی ات کنی مشکل از وکیل نیست مشکل از ما هست یعنی ما خودم دیگه کارم داره میلنگه من گفتم بهش گفتم من همه چی به تو راست و حقیقتو میگم هر تصمیمی تو بگیری من پایتم کوک یه شوی کم گفتن اینا حالا آخرش من کیسو بردم کاری نداریم ولی یه جاش داشتم به یارو ما قبل از اینکه بیزنس رو شروع کنیم وکیل شاکی کیس رو نوشته بود اون باید وظیفه‌ش به من بگی که من اینو ببرم پیش یه وکیل دیگه چک کنه اون به من نگفته بود اینو قاضی که اینو فهمید یهو عصبی شد شروع کرد سر یک وکیل داد بیاد کردن که به چرا تو به این نگفتی و تو میدونی من میتونم مثلا وکالت ازت بگیرم به خاطر این کار اینا این چیز جالب یاد گرفتم اونجا که وکیل وقتی گم میزن توی دادگاه هیچ چی نمیگن فقط همینجوری قاضی رو نگاه میکرد هیچ چی نمیگفت نمیگو ببخشید نمیگو گفتش که نگو. فقط میگو اوکی یعنی نگو منو جون مادر نگو منو بعد یه یارو باش بحث کرد و این عرفا. بعد یه وکیل کلا با من خوب شد قاضی کلا با من خوب شده بود با اونا بد شده بود اینکه من تنها اومده بودم اونا چند نفر بودن من هیچ چی ننوشته بودم اونا همه نوشته بودن اینا یه خورده قاضی با من خوب شد قلبش رو گرفتم دستم بعد گفتش که یه جا ما توی کانترکتمون نوشته بودم من چون خیلی مثلا آدم راسکو و مهربونی هستم وقتی با این حروم زاده مادر جند بیزنس کرده بودم بهش گفتم که آقا تو که میه پول میذاری تو بیزنس من انقدر مطمئنم روی این بیزنس که اگر تا دو سال آینده تو خواستی بری من پول تو بهت پس میدم ولی سال اول نمیتونی بری سال دوم باید بری چون سال هر روز تو میگم تو فکر میخوام میخوام بری اصلا و تو بعد یه جا کار کردی نه خوب نیست و به درد نمیخوره پاشو برو من پولت هم بهت پس میدم بعد اینم از این درداش میاد میخواد پولش از من پس بگیره حالا بیزنس چرا دیگه نداریم چون اون مادر حرام زاده بیزنسو گیده یعنی اون بی... اون آدم احمق بیزنس از بین برده بعد از که خجالت بکشه که بیزنس چند میلیون بیزنس که سالی 3 میلیون دلار درآمد داشت و از بین برده به جای خجالت بکشه اومد میگه 150 تای منو بده میگم مادر, مادر تو تو این سی اصلا خجالت نمیکشی خود اصلا تو باید رود نشی اگه تو کانترکت هم نوشتی تو بگی من نمیخوام داداش مرسی برای آوه. کسی که مسئولیت قبول نمیکنه همه فقط فکر کنه خودشونه دیگه مثلا من زیرش کامنت نوشته تو خیلی آدم خودخوای به نظر میرسی گفتم چه کی خودخواه نیست چون شما فیلم بازی میکنی خودخواه نیستین دلیل نمیشه خودخواه نیستین کی خودخواه نیست کدوم مادر صد روز زمین میمونه خم نمیشه برداره ملون. بعد گفتم که خلاصه چیز کردیم دیگه این داستان بود که این یارو میتونست بذاره بره بیرون بعد چون پسره که بیزنس من رو از بین برده بود واقعا آدم احمقوش نه که مثلا چون که بیزنس من رو خراب کردنم میگم و من روی این همه تجربه که دارم و این همه آدم که دیدم این احمق آدمیه که تو زندگی من دیدم دومین دو احمق ترین آدمی که تو زندگی من مازیاره یعنی اینجوری نیست مثلا از چونم دارم درمی آدی میدونم دومین دو احمق ترین کیه آدی میدونم سومین احمق ترین آدمی که دیدم کیه اولین احمق ترین که تو زندگی من خب از این احمق تو زندگی ندیدم خب نمیتونی باور کنی چقدر میتونه احمق باشه دلایلی که بر تو توالت بگی چرا خاموش کنم امکان داره مثلا بیا ببینید دستش تو توالت گیر کرده بعد میگه چی چی شو میگه فکر کردم تو اون سوراخ است این حالا تاریخی که ما داشتیم این بعد از بیزنس میرفت بیرون مثلا فرض کن بودش دس دسامبر اول اگه دسامبر اول این از بیزنس میرفت فیلم من با پولش بهش پس میدم شده بود یه سال این کی رفته بود بیرون نوامبر 21 یعنی نه روز بیشتر تو بیزنس میمون پولش رو میتونست بگیره قانونا بعد وکیلی که من داشت کراس میکرد گفت تو یعنی داری به من میگی که موکل من اگر نه روز دیگه اینجا میمون پولش رو میتونست بگیره و گذاشت رفت فکر کنی چی جواب دادن یعنی تو بودی جواب میدونه وکیل من اگه بودم گفتم آره ای گفتم آره من گفتم که if you're trying to prove your client is a dumbass you've done your job گفتم اگه داری سعی میکنی نشون بدی که موکل یادم احمقیه کارت درست انجام دادی بعد تا من اینو گفتم چون قاضی چندین بار به این وکیل ریده بود و سش داد زده بود و گفت تو میتونی میام میتونم مثلا ازت بگیرم این چیز تو چون کار نکردی تا من اینو گفتم این وکیله سری برگشت قاضی رو نگاه کرد که ببین اینم یه حرف بد زد گفت دامن بعد تا قاضی رو نگاه قاضی همون موقع سرش اونها پایین شروع کرد نوشتن یعنی من من سامنی نیست من سرم شروع چی گفت کی چی؟ حالا بعدا نگاه میکنم خیلی باحال بود خیلی باحال بود بعد ولی خیلی جوان قوی بود وقتی داشت گفت گفتم خب خودم اگه داشت ثابت میکنی که اون احمق خب منم همی من همین مشکلم همینه من میگم هم من احمقه یعنی بیزنس ما رو با احمقه داشت خودش خودشو با بعد تازه با ازش اینه که وقتی که دوم شد یعنی دعوا که نشد وقتی بیزنس تموم شد من گفتم آقا پول منو میدی گفتم چه پولی دادا؟ گفت این اینجوری گفتم نه دیوونه بعد گفت خب اگه ندی من میرم وکیل میگیرم میرم دادگاه بهش گفتم که ببین من بهت میگم وکیل نگیر گفت چرا گفتم تو نمیتونی کیسو ببری فقط ده دوازه دلار دیگه پول از می میمری تو که خود همه بیارز و بدبخت هستی این با پول بابا تو میگیری بگاه میدی اون بنده خودم گناه داره یه دکتر با آدم حسابی دکتر روان, روان نه دام ام... بودم اون بنده خود آدم مهربون خود چندین با بابا هم خیلی آدم مشتی بود خیلی آدم مشتی بود ام... بنده خودم مثلا میلیاردر بود بعد میومد تو آفیس ما با, مثل با ما جوهر پک میکرد بعد یه روز اومد با ما حرف میزد میگفت چرا مثلا بیزنسون به فلان گفتم آقا پسرت واقعا همینجوری گفتم گفتم پسرت واقعا احمقه و بهش توضیح دادم این چیزی که کرده بود بعد فقط سرش انداخت پایین مثلا 4 ساعت تو آفیس ما بود مثلا دقیقه 25 از من پرسید گفت آقا مثلا چجوری شما این بیزنس این بین خفنی رو گفتم پسرت گاوه گاوه بعد توضیح دادم بهش مثلا کاری که چی کاری کرده رو گفتم مثلا این کار کرده تو تو زندگی فکر می‌کنی یه آدم احمق هم این کارو حتو بکنه احمق دیگه چه برسه به آدم عاقل بعد اینو که بهش گفتم بابا تا سه ساعت و نیمه بعد که تو آفیس بود یک کلمه حرف نزد سرش پایین بود فقط داشت جوهر پک میکرد من خدا خلاصه بهش گفتم گفتم که ببین تو که پول نداری بعد کشید کشی چاقال اون پول بابات هم انقدر نگو الکی اون نشسته پول باز میده تو پسرش میگی جلوش حرف میزنی به تو میده نکنین این کارو با اون بابای بدبختت بی خیال شو مرد باش قبول کن گند زدی منو که بیناموس کردی مادر منم سالی ازم سه میلیون کندی دنبال 150 دلار تی احمد، احمق یعنی خود آدم باش <applause> نه نه من که من برای مهم نیست تو چی میگی من از قرارداد قانونی میرم جلو پس تو نمیدی پولو به من دیگه تو ندارم من دست نمیدونم چی میگی خلی بعد دیگه رفتیم دادگاه بعد دیگه من یه کاری که کردم واسه این دادگاه آماده بشم رفتم پیش دو وکیل از طرف اون خودمو اون جای اونجا زدم <applause> من هم داستان از طرف اون تعریف می‌کردم هم یه خارکوزه است اینطوری که اینطوری که اینجوری شد اینطوری شد بعد وکیلم میگه آقا هرش میگیم از این را میریم از اون رو میریم بعد من اونایی که میگفت و حواسم جمع می‌کردم که برام حواسم باشه رجوع حرف بزنم همشون هم مجانی بودیم گفتن ساعت اول مجانی زنگ می‌زدن باهاشون تلفن توضیح می‌دادن اونم میگه آره او مثلا اینطوری ازش میگم اونطوری میگیرم مثلا گفتم که اگه من به بازم اگه ببرم چه جوری پول ازش میگیری پول نشته باشه خونه داره خونهشو میفروشیم من سعی سر خونه به نام بابام میکردم حواسم <applause> که چیکاره کنم که از این میام بیرون